هرمون های آمینی یک کاتکولامین ها کاتکولامین ها جزء های جنگ و گریز محسوب شده و از گره آدرنال آزاد می شوند این مواد بخشی از سامانه عصبی سمپاتیک هستند و در پاسخ به استرس ترشح می شوند این آمین ها به دلیل داشتن یک گروه کاتکولی کاتکولامین نامیده می شوند در بدن انسان فراوانترین ترین ها شامل اپینفرین یا همان آدرنالین نور اپینفرین یا نور آدرنالین و دوپامین می باشند که از اسید آمینه تیروزین و فنیل آنالین ساخته می شوند. تیروزین از افزوده شدن گروه هیدروکسیل به فنیل آلانین توسط آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلا ساخته می شود و پس از زنجیره ای از واکنش ها به هرمون هایی یاد شده برگردانده می شود. کاتکولامین ها دارای ساختاری کامل از یک حلقه بنزن و دو گروه هیدروکسیل می باشند. در حالی که واسطه زنجیره اتیل و یک گروه آمین در انتها را در خود جای می دهن. کاتکولامین به روش مستقیم در سلول های درون ریز مدولای آدرنال و همچنین فیبرهای پسگانگلیون سیستم عصبی سمپاتیک تولید می گردد. همچنین دوپامین با نقش پیامرسان عصبی در سیستم عصبی مرکزی به طور عمده در تنه سلولی نورونال تولید می گردد. دوپامین نخستین کاتکولامین است که از دی او پی ای سنتز شده و در ادامه با تغییرات متابولیکی بر روی دوپامین دو هورمون اپینفرین و نور اپینفرین ساخته می شوند. لازم به یادآوری است که آلفا متیل پی تیروزین یا همان آم پی تی بازدارنده ی تیروزین هیدرالاز بوده و بنابراین از ادامه ی تولید کاتکولامین جلوگیری می کند. کار کرد کارکرد و اثر کاتکولامین تغییرات عمومی در خلق و خو داده و بدن را برای شرایط جنگ و گریز آماده می کند. این آمادگی شامل افزایش در ریتم نرمال قلب، فشار خون، سطح گلوکوز خون و واکنش های عمومی در سیستم سمپاتیک می گردد. برخی داروها مانند تولکاپون یا تاسمار سطح کامل کاتکولامین را به اوج می رسانند نیمه عمر کاتکولامین در طول گردش خون کمتر از چند دقیقه می باشد. اپینفرین اپینفرین شناخته شده به عنوان آدرنالین یا همون هورمون غده فوق کلیوی یک هورمون و انتقال دهنده عصبی از دسته کاتکولامین های درون ساز است. این ماده باعث افزایش ضربان قلب انقباز عروغ و انبساط راههای هوایی شده و در بروز واکنش جنگ و گریز سیستم عصبی سمپاتیک مؤثر است اثرات اپینفرین بر بدن یک فشار خون اپینفرین یکی از قویترین داروهای وزوپرسور شناخته شده است اگر یک دوز دارویی از مسیر داخل وریدی تزریق شود اثر مشخص آن افزایش فشار خون است این افزایش فشار بیشتر سیستولیک است لذا فشار نبز را هم افزایش می دهد افزایش فشار خون به علت اپینفرین سه جز دارد یک تحریک مستقیم میوکارد که قدرت انقباز بطن را افزایش می دهد اینوتروپیک مثبت. دو افزایش تعداد ضربان قلب یا کرونوتروپیک که مثبت سه انقباز عروق به خصوص در موی پوست و حتی در بسیاری از وریدها چهار در نتیجه این واکنش ها ضربان نبز در ابتدا شتاب گرفته ولی با بالا رفتن فشار خون با عمل تخلیه جبرانی واگ ضربان کاهش می‌یابد دوزهای اندک از اپینفرین که شامل یک دهم میلی بر کیلوگرم می باشد ممکن است فشار خون را کاهش دهند این اثر کاهنده از دوزهای اندک به علت حساسیت بیشتر گیرنده های بتا دو وازو دیلاتور به اپینفرین نسبت به گیرنده های آلفای وازو کانستریکتور است اثرات بر قلب اپینفرین یک محرک قوی قلبی است گیرنده های بتا یک، بتا دو، بتا سه و آلفا در قلب وجود دارند اثر اپینفرین با تاثیر مستقیم روی گیرنده های بتا یک میوکارد و سلول های زربان ساز است اثر ایجاد شده افزایش زربان کوتاه شدن و قدرتمندتر شدن سیستول و افزایش برونده قلب است اثر روی ماهیچه های صاف بسته به نوع گیرنده های موجود در اندام های مختلف بدن اثرات انقبازی یا انبساطی ایجاد می شود مثلا با تحریک گیرنده های بتادو و انقباز ازولات شعاعی انبیه گشادی مردمک روی می دهد اثرات تنفسی اپینفرین از برونکو دیلاتورهای قوی است همچنین می اثرات برونکو کانستریکتوره ناشی از بیماری های مثل آسم و یا داروها را با تحریک گیرنده های بتا دو و انبساط ازولات مجاری تنفسی به خوبی دفع کند. دستگاه عصبی مرکزی به علت عدم ورود اپینفرین به دستگاه عصبی مرکزی اثرات عصبی قابل توجهی ندارد. ولی علائم عصبی همچون سردرد احساس ناآرامی و لرزش را ایجاد می کند که بیشتر ناشی از اثرات سوماتیک اپینفرین بر قلب و گردش خون و عضلات است تا اثر بر اعصاب اثرات متابولیک اپینفرین باعث افزایش قند و لاکتات خون می شود اپینفرین باعث مهار انسولین و تحریک گلوکاگون می شود. همچنین اپینفرین باعث افزایش آزاد شدن اسیدهای چرب آزاد از آدیپوسیدها و تجزیه تریگلیسریدها می شود. نور نور یا نورادرنالین ان ای -E, ماده با چند وظیفه است. می تواند هورمون باشد به عنوان هرمون آزاد شده از قدرت فوق کلیوی و یا می تواند به عنوان پیامرسان عصبی در سیستم سمپاتیک عمل کند. نور اپینفرین از کاتکولامین های سیستم سمپاتیک است. تفاوت این کاتکولامین با اپینفرین در این است که اپینفرین یک گروه متیل بیشتر دارد. ولی هر دو ماده کارکردی همانند دارند این هورمون توسط آنزیم دوپامین بتا هیدروکسیلاز از دوپامین ساخته می شود. نورپینفرین هورمون استرس است و باعث افزایش تپش قلب، انقباض رگها، انبساط راههای هوایی، افزایش قند خون و افزایش جریان خون عضلات و مغز شده و در بروز واکنش جنگ و گریز در سامانه عصبی سمپاتیک مؤثر است. کاربون نورپینفرین در پزشکی درمان افت فشار خون با افزایش تون عضلات صاف عروق است و در احیای قلبی ریوی نیز به کار می رود. این هورمون در برخی نواحی مغز مانند هسته آمیگدال موجب افزایش تمرکز و هوشیاری می شود. دوپامین دوپامین نوعی پیام رسان عصبی از نوع کاتکولامین در بیشتر مهره و بیمهرگان است و نقش فعال کنندگی دارد. عصب شناسی ارتباط بین اجتماعی بودن و دوپامین بسیار شناخته شده است. سوء مصرف مواد دوپامین رژیک مثل کوکائین، زانتین ها و آمفتامین ها جهت بهبود عملکرد اجتماعی افزایش اطمینان و اعتماد به نفس بسیار رایج است در یک مطالعه جدید ارتباط مستقیمی بین موقعیت اجتماعی افراد و میزان چسبندگی گیرنده های دوپامین نوع دوم و سوم در استریاتوم یافت شده است برخی از مطالعات نیز دقیقا کاهش میزان چسبندگی گیرنده های نوع دوم دوپامین را در استریاتوم افراد مبتلا به استراب اجتماعی نشان میدهد. برخی مطالعات دیگر به غیر طبیعی بودن میزان ترانسپورترهای های دوپامین در استریاتوم افراد مبتلا اشاره کردهاند. هرچند برخی از محققین نیز نتایج متفاوتی به دست آوردهاند. ولی شواهد بسیاری بر نوعی ناهنجاری در سیستم دوپامینرژیک مبتلایان تاکید می کند. هرمون های تیروئیدی شامل تترایدو تیرونین یا تریود تی تریودو تیرونین یا تیتری و تریودو تیرونین معکوس و یا آر تیتری می باشد. لازم است ذکر شود که هرمون کلسیتونین نیز توسط قده تیروئید سنتز می شود. از هرمون های تیرویدی ذکر شده تی فور به مقادیر بالا ترشح می گردد اما تیتری بیشترین فعالیت را داراست و آر تیتری کمترین مقدار را داراست. نحوه سنتز تیتری و تی چهار در ابتدا اتصال یود به تیروگلوبین به واسطه آنزیم تیروید پروکسیداز صورت می گیرد که خود سبب تشکیل منو یودو یا MIT می گردد. سپس با اتصال یک واحد, یک واحد یود دیگر دی یودو تیروزین یا DIT تی سنتز می شود و در نهایت با اتصال DIT دی دیگر به واسطه ی آنزیم تیروید پروکسیداز T4 تی تشکیل می شود. به منظور تشکیل تیتری نیست یک MIT به یک دی آی متصل شده و تیتری سنتز می شود تنظیم قده تیروئید هورمون TSH به وسیله سلول های قده هیپوفیز قدامی ترشح می شود در کنترل عملکرد تیروئید نقش محوری داشته و مفیدترین نشانگر فیزیولوژیک فعالیت هورمون تیروئید است عامل اصلی تعیین نقطه تنظیم در محور تیروئید هورمون TSH است ترشح این هورمون به وسیله هورمون هی هیپوتالاموسی TRH تنظیم می شود TRH عمده ترین محرک سنتز و ترشوه TSH است تقریبا 15 دقیقه پس از تجویز TRH میزان ترشوه TSH به حد اکثر خود می رسد. کاهش سطح هرمون های تیروئید سبب افزایش تولید پایه TSH و تشدید اثر تحریکی TRH بر TSH می شود. افزایش سطح هرمون های تیروئید نیز به سرعت و به صورت مستقیم TSH را مهار کرده و همچنین اثر تحریکی TRH بر TSH را مهار می کنند. این نشان میدهد که هورمون‌های های تیروید عامل اصلی تنظیم کننده تولید TSH هستند. نظیر سایر هورمون‌های های TSH به صورت زربانی ترشح می شود و میزان ترشح آن در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است. حداکثر میزان ترشح این هورمون در شب رخ میدهد و چون نوسان هورمون TSH خفیف است یک بار اندازهگیری آن برای ارزیابی میزان هورمون در گردش خون کافی است اختلالات قده تیروئید در مردان نیز در سنین بلوغ سبب کوتاهی قد یا تأخیر بلوغ و در جوانی سبب ناتوانی های جنسی می شود. اما به طور کلی شیوع آن در مردان بسیار کمتر از زنان است. سنتز هورمون تیروئید هرمون های تیروئید از تیروگلوبین که یک گلیکوپروتئین بزرگ یوددار است مشتق می شوند. جذب یود اولین مرحله اساسی در سنتز هورمون تیروئید است. یودی که از راه غذا وارد بدن می شود به پروتئین های سرم و به ویژه آلبومین متصل می گردد. یودی که به پروتئین ها متصل نشده باشد از طریق ادرار دفع می شود. تنظیم مکانیسم انتقال یود بسیار دقیق است و این امر امکان تطابق با مقادیر متفاوت یود رژیم غذایی را فراهم می کند. کاهش یود رژیم غذایی سبب افزایش جذب آن می شود. در مناطقی که کمبود نسبی یود وجود دارد شیوع گوات افزایش مییابد هرمون محرک تیروید هرمون محرک تیروئید یا TSH تی اس هرمونی است که از بخش قدامی قده هیپوفیز آزاد می شود. اثرات این هورمون موجب افزایش ترشوه هورمون های تیروئیدی می شود و به دنبال کاهش سطح خونی هورمون های تیروئید میزان ترشوه آن افزایش می یابد اندازه گیری سطح خونی این هورمون در بررسی کمکاری یا پرکاری تیروئید بسیار مفید است هورمون TSH در کنترل عملکرد تیروئید نقش محوری داشته و مفیدترین نشانگر فیزیولوژیک فعالیت هورمون تیروئید است. عامل اصلی تعیین نقطه یا تنظیم در محور تیروئید هورمون TSH است. ترشح این هورمون به وسیله هورمون هیپوتالاموسی TRH تنظیم می شود. TRH عمده ترین محرک سنتز و ترشح TSH است. تقریبا 15 دقیقه پس از تجویز تی میزان ترشح تی به حد اکثر خود میرسد کاهش سطح هورمون های تیروئید سبب افزایش تولید پایه تی و تشدید اثر تحریکی تی بر تی می شود افزایش سطح هورمون‌های های تیروئید نیز به سرعت و به صورت مستقیم TSH را مهار کرده و همچنین اثر تحریکی TRH بر TSH را مهار می کنن. این نشان می دهد که هورمون‌های های تیروئید عامل اصلی تنظیم کننده ی تولید TSH هستند. نظیر سایر هورمون های هیپوفیزی TSH به صورت زربانی ترشح می شود و میزان ترشح آن در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است. حد اکثر میزان ترشح این هورمون در هنگام شب رخ می دهد و چون نوسان هورمون TSH خفیف است یک بار اندازه گیری آن برای ارزیابی میزان هورمون در گردش خون کافی است هورمون آزاد کننده تیروتروپین هورمون آزاد کننده تیرو, تیرو یا فاکتور تیروئید هورمونی است که از هیپوتالاموس آزاد می شود و موجب ترشح هورمون محرکه تیروئید و پرولاکتین از هیپوفیز می شود اثرات این هورمون موجب افزایش ترشح TSH و پرولاکتین می شود هورمون TSH در کنترل عملکرد تیروئید نقش محوری دارد عامل اصلی تعیین نقطه تنظیم در محور تیروئید هورمون TSH است ترشح این هورمون به وسیله هورمون هیپوتالاموسی TRH تنظیم می شود TRH عمده ترین محرک سنتز و ترشح TSH است تقریبا 15 دقیقه پس از تجویز TRH میزان ترشح آن به حد در خود میرسد کاهش سطح هرمون های تیروئید سبب افزایش تولید پایی TSH و تشدید اثر تحریکی TRH بر TSH می شود. افزایش سطح هرمون های تیروئید نیز به سرعت و به صورت مستقیم TSH را مهار کرده و همچنین اثر تحریکی TRH بر TSH را مهار می کنند. هورمون آزاد کننده تیروتروپین موجب تحریک ترشح پرولاکتین نیز می شود بنابراین در کمکاری تیروئید افزایش تولید پرولاکتین دیده می شود پاراتیروئید هرمون پاراتیروئید یا پروترمون یا پی تی ایج از سلول های چیف قدرت پاراتیروئید ترشح می شود و ماهیت آن پلیپپتیدی است تاثیر ترشح هورمون پاراتیروئیدی هایپوکلسمی می باشد. پاراتیروئیدی چهار عدد بوده و اغلب در قسمت خلفی غده تیروئید واقع هستند و وظیفه کنترل سطح سرومی کلسیوم را بر عهده دارند. مکانیسم عمل PTH با افزایش جذب روده ای کلسیوم، کاهش دفع کلیوی و افزایش فعالیت است کلاست ها جهت تخریب بافت استخوانی موجب افزایش سطح کلسیوم خون می شود. باید توجه شود که اثر این هورمون بر افزایش جذب کلسیوم از روده غیر مستقیم می باشد و واسطه ای به نام ویتامین دی سه فعال در این امر نقش دارد. همچنین پی تی اچ بر متابولیسم فسفر به صورت فسفات نقش دارد. پی تی اچ در کلیه سبب کاهش بازجذب فسفات و در روده سبب افزایش جذب آن می گردد که تمام این اعمال در جهت افزایش کلسیوم خون و کمک به آن رقم می خورند. فعال شدن ویتامین ویتامین دیسه یا کول کلسیفرول عموما در پوست وجود دارد. این ماده در کبد به 25 هیدروکسی کول کلسیفرول تبدیل می شود. PTH سبب افزایش فعالیت آنزیم یک آلفا. هیدروکسیلاز در کلیه می شود و این آنزیم نیز سبب تبدیل 25 هیدروکسی کول کلسیفرول به شکل فعال آن یعنی یک 25 دی هیدروکسی کول کلسیفرول می گردد. کلسیتونین برخی از سلول های تیروئید به نام سلول های سی یا سلول های پارافولیکولار هورمونی پروتئینی به نام کلسیتونین را ترشح می کنند که برخلاف هورمون پاراتیروئید غلظت خونی کلسیوم را کاهش می دهد. البته تاثیر این هورمون بر متابولیسم کلسیوم در بدن انسان خیلی زیاد نیست. کلسیتونین در رود سبب کاهش جذب کلسیوم در استخوان سبب مهار فعالیت سلول است و, و فعال کردن سلول است در کلیه سبب افزایش دفع کلسیوم و دفع فسفر تأثیر گذار است. هورمون پاراتورمون از قده پاراتیروئی ترشح می شود و موجب افزایش کلسیوم خون می شود. هورمون کلسیتونین از قده تیروئید ترشح می شود و موجب کاهش کلسیوم خون می گردد. هرمون های پروستانویدی پروستا گلندین پروستا گلندین ها یکی از مهمترین واسطه های شیمیایی در داخل بدن هستند که با تأثیر بر روی گیرنده های مختلف سلولی تأثیرات متنوع زیادی در بدن دارند. ساختاری شبیه کلسترول دارند و دارای انواع مختلفی مانند ای 2 f 2 آلفا و پی 2 و غیره هستند. بیوسنتز آنزیم فسفولیپاز فسفولیپید های غشای سلول را به اسید آراشیدونیک تبدیل می کند. سپس اسید آراشیدونیک در درون کوکسی یا همان آنزیم سیکل و اکسیژناز هر دو نوع یک و دو باعث تبدیل به پروستاگلاندین ها می شود. تأثیرات گلندین ها یکی از مهمترین واسطه های التهاب می باشند و مهار ساخت آنها توسط داروهای ضد التهاب غیر استرویدی مانند بروفن موجب کاهش التهاب می شود. این واسطه ها همچنین در انقبازات رحمی در هنگام زایمان، افزایش حرکات روده، بهبود دفاع مخاطی معده و افزایش جریان خون کلیوی نیز نقش دارند. که این نقش ها مبنایی ساخت داروهای متعددی قرار گرفته اند. انواع هرمون های پرستان و ایدی جدول زیر مقایسه انواع پرستا ها را نشان می دهد. این گروه تحت عنوان پروستا ها شناخته می شوند و از اسیدهای چرب غیر اشباع ساخته می شوند. در برخی تقسیم بندین ها این گروه را از هورمون ها مجزا می این گروه تحت عنوان پروستا ها شناخته می شوند و از اسیدهای چرب غیر اشباع ساخته می شوند. در برخی تقسیم بندی ها این گروه را از هورمون ها مجزا می این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده است.